بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنم خدمتتون و عرض ادب و احترام دارم. در جوار حرم ملکوتی حضرت سید الشهدا علیه السلام این برنامه رو در خدمتتون هستیم و این برنامه رو از اینجا اجرا می‌کنیم که شما بتونید مستقیما سلامتون رو بدید به وجود مقدس آقا ابی عبدالله الحسین. خوشحالیم که در این شب‌های مقدس، در این شب‌های پربرکت با برنامه‌های پربرکت در خدمتتون خواهیم بود ان شاء الله. بینندگان عزیز خوشحالیم که در خدمتتون هستیم، نائب الزیاره شما هستیم در این مکان مقدس. اجازه بفرمایید در ابتدای برنامه سلامی داشته باشیم خدمت کارشناس محترم برنامه. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت طیبین طاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. بنده هم خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض سلام دارم و خصوصا عرض سلامم رو خدمت ولی نعمتمون صاحب اختیار عالم امکان ثمره و سلاله انبیا اولیا اوصیا خاتم انبیا ائمه معصومین آقا حجت ابن الحسن المهدی روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. البته ما وظیفه داریم در مرحله اول دعاگوی برای حوائج امام زمان علیه السلام و فرج اون حضرت هستیم، همچنین مؤمنین رو همینجا نائب زیارتشون هستیم ان شاء الله. در خدمت هستم. بینندگان عزیز در ابتدای برنامه شاهد بودن که این برنامه دقیقا به صورت زنده در مقابل گنبد مطهر حضرت سید الشهدا به اصطلاح ارائه میشه خدمتشون. همراه با همه بینندگان عزیز و در خدمت جناب عالی سلامی مجدد بدیم خدمت حضرت سید الشهدا و حضرت ابوالفضل العباس. سلام الله علیه. السلام علیک یا ابا عبد الله وعلى الأرواح التي أحلت بفنائك عليك منا سلام الله بدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبياءه المرسلين وعباد الصالحين وجميع الشهداء والصديقين عليك يا ابن أمير المؤمنين
السلام عليك يا ساقي تشاكر بلا يا أبا الفضل العباس لعن الله من استخف بخرمتك ولعن الله من قتلك السلام عليك ورحمة الله وبركاته. بینندگان عزیز، در ادامه سری جدید سرزمین عشق با عنوان کلی ولایت رمز آفرینش در خدمتون هستیم. در این جلسه در مورد واژه علم و به اصطلاح تقسیمات اون و مابقی مسائل حواشی مربوط به علم در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم. خدمتون هستیم، بفرمایید. مباحث رو طبق مبنای هر شبه خودمون که پیرامون رمز و راز آفرینش ولایت گیری کردیم، امشب هم یک واژه دیگه از اسرار اون فعل اول پروردگار رو میخوام بهش اشاره کنیم. دو فقره کوتاه در زیارت جامعه مورد توجه هست که این دو فقره واقعاً گویای بلندی بر اون فعل اول پروردگار میتونه باشه و اون دو فقره استفاکم به علمه، جملش که واجتباکم به قدرته و استفاکم به علمه، جمله بعد خزنتن لعلمه، یه خزان العلم هم داریم در اوایل. بله شاعره. اون هم داریم، خزان العلم هم داریم و یه کلمه دیگم توی اختارکم راجع به غیب داریم که برای غیبش خدای عزوجل شما رو اختیار کرد، اجتباع کرد. خب این کلمات کلمات خیلی بلندی است. اولا آیا مراد از این که می‌فرماید شما خزینه داران علم خدا هستید، یعنی از ذات پروردگار به شما عطا شده؟ چون به طور قطع و یقین ما معتقدیم علم صفت ذات پروردگاره. آیا از ذاتش خدای عزوجل به اون بزرگوارها داده؟ علم اون بزرگوارها ارتباطی به علم پروردگار داره یا نه فعل پروردگاره؟ این که جمله بفرماد استفاکم به علمه، شما رو اختیارتون کرد به علمش، بعد شما خزینه داران علم خدایید. بنابراین لازم ما ابتداعا یک یاداوری راجع به این صفت ذات پروردگار داشته باشیم، یعنی یک بحث توحیدی. همان گونه که ذات پروردگار ابدا مدرک، معقول، مفهوم و متصور و وهم و فهم ما واقع نمیشه و بشر رو راهی نیست برای اینکه ذات خدا رو ادراک کنه، همینجور صفات ذات پروردگار رو هم احدی از خلق، حتی خاتم انبیا، راهی ندارد به ادراک عقل، به وهم، به تعریف، به توصیف او رو توهم کنه، تفهم کنه، تعقل کنه و تعریف کنه، توصیف کنه. برابر این صفت پروردگار، صفت علم پروردگار مثل قدرت، دو صفات ذاتند و عین ذاتند. خدای عزوجل علم کله، قدرت کله، علمی که اصلا در اونجا مقابلش صفت ضد جهل نیست، راه نداره. صفات ضد در پروردگار راه نداره. بعد نسبت شدت و ضعف هم در اونجا راه نداره. زائد بر ذات پروردگار هم نیست که خدایی باشد و علمی داشته باشد.
چون این برای مخلوق است، مخلوقی که مخلوق است و خدا به او عطا کرده است علم و کمال و عقل و روح و سایر کمالات رو. بنابراین در جهت حقیقی ذات پروردگار همون جوری که از حیث ذات و حقیقت هیچ سنخیت شباهت به مخلوق نداره، علم پروردگار هم از حیث معنا و حقیقت هیچ گونه نه مثل و مانند و شبه و حد و اندازه نداره. دوتا هم نیست، همه کمالات برمیگرده با اون حقیقت، چرا که پروردگار عالمیان احدیست، تنهاست، یکتاست، ذاتن و صفتن. فلهازا امیر مؤمنان سلام الله علیه نسبت به ذات پروردگار فرمودن لا ینقسم فی وجودن ولا عقل ولا وهم. ذات پروردگار انقسام پذیر نیست. حالا یک دسته از روایات فراوان داریم در اصول کافی، در توحید صدوق، در بصائر الدجاجات مرحوم صفار با سندهای صحیح فرموید خدای عزوجل دو علم دارد، یک علم مخزون مکنون پیش خودش و یک علمی که عطا کرده است به ملائکه، انبیا، اولیا، اوصیا، خاتم انبیا، ائمه معصومین علیهم السلام. این دوتا کردن، یه علم عام، یه علم خاص، یه علم مکنون مخزون، یه علم اعطایی، یه اسم اعظم مخزون مکنون پیش خودش، یکی اعطایی، یه حقیقت نور پیش خودش، یه حقیقت اعطایی. این مباحث و این جور روایات رو با فهم محکم توحید حقیقی امیر مؤمنان اهل بیت عصمت و طهارت باید معنا کرد. قطعا این علوم فعل پروردگاره، علمی است که خدای عزوجل به خودش نسبت میده، میگه مال منه، من اعطا دارم میکنم، از ذاتم که اعطا نمیکنم، چون سنخی بین ذات من و مخلوق نیست، شباهتی نیست، علمم هم همینجور شباهت نداره. پس اون فعلی که من دارم عطا میکنم، او فعل منه. او کدوم فعله؟ ما میخوام بگیم اون فعل همون فعل اول است که همون حقیقت عرش علم است، همون حقیقت قرآن است، همون حقیقت همه کتاب‌های آسمانی از ام الکتاب، کتاب مبین، لوح محفوظ، اون کتاب‌های آسمانی تا در تنزل عرض بشه بکنم میشود تورات و انجیل و زبور و صحف و قرآن بین دفتین. بنابر این فعل اول در بلندای از کمال است، قداست است، پاکیزگی است و همه کمالاتی که بشر از بدء آفرینشش نیازمند به او هست. این کتاب علم و کمال از جایگاه اولی خودش همش داره تراوش کرده در این جایگاه، این قرآنی که لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، تر و خشکی نیست مگر اینکه در این قرآن، فیه تبیان و کل شیء، همه چیز در این قرآنه. البته مفسر میخواد، مؤول میخواد، کسی رو میخواد که قرآن در خانه او نازل شده، او عام و خاصش رو بگه، او محکم و متشابهش رو بگه، اون مطلق و مقیدش رو بگه، اون ناسخ و منسوخش رو بگه، اون مبین حلال و حرامش باشه، اون مفسر و مؤولش باشه. اگر چنین کسی بود، بله، فیه تبیان و کل شیء. فرمود لا یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم. اونایی که راسخه، پس کسی دیگه نمیتونه ادعا کنه منم راسخه در این قرآنم،
منم راسخ در علوم قرآن هستم، راسخون در علوم قرآن ابدا چیزی از پیش خود ندارند، هرچه میگن از وحی میگن و اونا نیستن الا اون ذوات مقدسه ای که خدا اسمتشون رو تضمین کرده، اسمت در ابلاغ حدود الهی دارن. ان هو الا وحی یوها علمه شدید القوا. این نکته نکته حائز اهمیت تا اینجا در بحث علم پروردگار. حالا این علم اول که فرمودید علم غیر قابل انقسام هست و علمی هست که علم عامه، این علم که از اون علم مشتق نشده طبیعتاً، چون که فرمودید اون از علم ذات مشتق نشده، قابل انقسام نیست ابدا. پس رابطه این علم با اون علم چی هست؟ به ذات. بله، رابطه علمی که ذاتی هست، یعنی جزء صفت ذات پروردگار. بله. علم و علمی که صفت فعل هست، چی این دوتا رو به هم اتصال میده؟ ربط بین اینها ربط فعلیست با ذات. همین اراده ما عرض کردیم، مشیت و اراده در مباحث سابق فعل پروردگاره، خواست پروردگار همین فعلشه و هیچ سنخیتی ذاتی بین این فعل و ذات نیست. چرا؟ چون به اراده خدا آفریده، فعلش رو به ذاتش نیافریده، از ذاتش جدا نکرده، ترشح و جوشش ذات نیست، علت و معلول نسبت به ذات نیست. گفتیم اینا شاهبه سنخیت، عینیت، بلکه غیریت و بینونت حقیقیست بین این فعل و ذات حضرت حق. خدا توانا بود اینو مثل اینو ضد اینو بیافرینه، این رو آفرید، از هیچ هم آفرید، بی هیچ سابقه ازلی و ابدی. این اساس داده های وحیانیه. اگه غیر اینو بگیم لازمش سنخیته، لازمش ازلیت، همینه ابدا. ما انقدر میدونیم که خدا آفریده به فعلش آفریده، یعنی فعل رو ایجاد کرده، از کتم عدم ایجاد کرده. حالا این فعل رو اسمشو میذاریم نور، اسمشو میذاریم علم، اسمشو میذاریم حقیقت قرآن، اسمشو مشیت، اسمشو عرش علم، اسمشو هر چی، نور ولایت، اسم مختلفه به جهات جلوه های مختلفه ای که در دایره آفرینش نشان داده، که یه جلوه ای که نشان داده علم است، چون علم کمال است و حقیقت این نوری نور است. اما نور که ما میگیم خدا نور آفرید اول فعلشو، این دیگه عین ذاتش علم نیست، عین ذاتش قدرت نیست. چرا؟ چون اگر بگیم عینشه، پس از خود داره، نه از خدا داره، به استقلال از خود هیچ نداره. یعنی یک آن لطف الهی از او سلب بشه هیچه، همون فعل اول و همون حقیقت اول. این ربط نیست در اینجا که شاید بعضی ها پندارن که این نحوه ربطه، نه، ربط همینیست که خدا خالقشه، خدا آفریددش، خدا ایجادش کرده، ربطش به همین مقدار است و چون فعل اوست و فعل او مثل سایر فعلای ما نیست که ما فاعل فعلیم ربط به فاعل داره، نه، فعل اوست و فعل او غیر اوست. اما این فعل رو که خدای عز و جل نور آفریده، لازمه اینه که نور تمام است، لازمه اینه که کامل خدای اینو آفریده، اینه که باید، لازمه حقیقی اینه که باید توانا باشه، باید دانا باشه. کسی که ناتوانه عاجزه، این تمام نیست دیگه. میفرمایند و تمام نور تو زیارت جامعه یا جاهای دیگه که نسبت به این نور تمام بیان شده، در اسم اعظم بیان شده، در جاهای دیگه بیان شده، در عرش علم بیان شده، در حقیقت قرآن هم میفرمایند اونجا هم فیه تبیان و کل شی تمامه. این خب. که میفرمایید علم الانسان ما لم یعلم، خداوند به خودش نسبت میده، این جایگاهش در این تقسیم بندی شما کجاست؟ آیه که نمیگه خدا یاد میده. خب. البته انتساب همه علوم به خداست، اونجا را ما منتسبه به خدا. علم الانسان ما لم یعلم، هم اینجا مصداق داره، همون وقتی که لم یکن مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج
نبتلیه و جعلناه سمیعن بسیار که قبلش فرمود هل اتا علی الانسان هین من الدهر لم یکو شیئا مذکورا، چه اینجا بگیم چه اونجا بگیم، چه برای آدم بگیم وقت آفرینشش در خاطر آفرینش بدنی، چه آفرینش روحی، چه آفرینش نوری، فرق نداره. سلسله مراتب آفرینش الان منتسب به خداست، فعل اول منتسب به خداست، فعل خداست، به خدا منتسبشون، خدا آفریده او رو، خدا بهش عطا کرده، همون جوری که من شما رو، امت رو، خدای عزوجل، خدا بدنش آفریده، خدا روح آفریده، روح بهش عطا کرده، اعتاز، خدا عقلش آفریده، عقل بهش عطا کرده، به یکی هم نمیده، خدا علم و کمال آفریده، خدا بهش عطا کرده. جالب توجه در این فقره است که ما این فقره زیارت جامعه رو برای بینندگان عزیز اینجا توضیح بدیم و واقعا هم قابل توجه. اولا فرق بین خزان العلم یا معدن الرحمه، فرق بین خازن و معدن، معدن رو چیزایی گفتن، تفاوتهای قائل شدن، شاید بشه گفت، حالا دقیق نه، شاید حسب فرق فروقی که در فروق و لغویه جاهای دیگه ابی هلال عسکری نقل کرده، دیگران نقل کردن، در فارق بین خزان، خازن و معدن اینه که معدن درست جایگاه تحمیله، توی معدن میگذارن اما جوششی از خودش معدن نداره، خزینه نه، او خازن داره، او اصل داره، او جوشش داره از خودش همیشه. معدن، حالا این فرق رو گذاشتن، معدن ماندگاری هم میشه، چون ماندگاری به عدل برمیگرده، بله، یعنی جایی که ماندگاری در اونجا قرار گرفته، اما در خزینه، خازن، مخزن یعنی نه، اندوخته هایی که از خود جوشش داره، همینجور داره. لذا اینجا عنوان کردم در فرمایش دو جمله است، یک استفاکم به علمه، دو شما خزان العلمه یا خزنتن لعلمه. خیلی تفاوت بین این کلام. خاندان عصمت و طهارت که آفریده شدن از اون نور اول، از نور جلال عظمت پروردگار، تعین و تشخص یافتند به ماده و صورت و حقیقت، یک حقایق نورانیه آفرینش حقیقی شدن، این بزرگوارها استفاکم، حالا شما رو با کم ضمیر جمع، شما رو خدا اختیار کرده به چی؟ به علمه، نه به ذاتش. و اون فعل اولش که جلال عظمت پروردگاره، خدای عزوجل فرمودن، اینقدر هم فرمایشات معصومین عامه و خاصه نقل کردن که این بزرگوارها رو خدای عزوجل از نور جلال عظمتش آفرید، پس استفاکم شما رو به علمش و اون حقیقت، نه از ذاتش، جوشش ذاتش که بگید ما جدا شدیم از ذات، یفصل نور و نام نور ربنا، نه، استفاکم به علم، اون وقت شما در مرتبه نازل خزنتن برای اون علم، شما خازن اونید. حالا اون علم رو تقسیم کردن، یه علمیه که خدا برای خودش مخزون پیش خودش نگه داشته، او کدومه؟ او یه دونه اسم اعظم است که همون حقیقت پیغمبره، نور جلال عظمته، اما عطا نشده، فهمودن عطا نشد، از همونجا داره هی عنایت میشه، رحمت، فیض، لطف، از اون مجرا داره میرسه، همیشه هم هست. این من شیء الا عندنا خزائنه، یا نه لولا، این دلیل قرآن، دلیل روایت شمینه، لولا انا نزداد لانفدنا، این لولا انا نزداد اگر به ما هی اضافه نمیشد، تموم میشد، به علم ساعت به ساعت ما افزوده میشه، اینجا بخوایم بگیم حسب ظاهر و نه حسب واقع، حسب واقع نگاه کنی، اشهد و انکم کنتم، بله شما یه حقیقت بودید، اشهد و ان ارواحکم و نورکم و تینتکم واحده، یه حقیقت بودید، شما همون نور جلال عظمت پروردگارید. پس تمام بیانات روایات رو بینندگان عزیز، پژوهشگران، محققین، طلاب عزیز، عزیزان من، این مفاد این روایاتی که شاید
گاهی برای بعضی مورد سوال واقع میشه، هضمش خیلی آسان شد. یعنی اگر ما باشیم و حسب ظاهر همین جایی که برای شما داره میگیم، حسب فهم شما، بله، لولا انا نزداد لانفدنا، ساعت به ساعت به علم ما افزوده میشه، یا جنبه تشریفات داره، ملک باید شفقت بر امام زمان علیه السلام بیاره، اما حسب حقیقت ما همه رو میدونیم، ما اون حقیقتیم، ما رو خدا اختیار کرده با اون علمش، ما خزینه داران اون علم هستیم. اون وقت 72 تا اسم اعظم که پیش ماست به ما داده شده. اگر به آصف ابن برخیا یکی داده شده، به ما 72 تا. حالا اینا آیات شریفه خیلی مهم و بلند رو در اینجا ما برای بینندگان الان عرض میکنیم. ببینید چقدر زیباست این که جبرئیل وقتی قرآن رو می آورد خطاب کرد به پیغمبر خدای عزوجل، لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه، عجله نکن به خوندن قرآن قبل از اینکه جبرئیل وحی رو برات بخونه. یعنی اینکه جنبه تشریفات رو حفظ کن، این جبرئیل باید بیاره، پیغمبر میخوان این قرآن رو قبل از اینکه جبرئیل. یا امیرالمومنین تو خانه خدا هنوز اثری از قرآن نازل نشده، هنوز تا به دنیا میاد سوره مؤمنون رو شروع میکنه، بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، میخونه حضرت. این نشانگره که این بزرگوارا محیطن. خود امیرالمومنین فرمود من مهیمنن علی الکتب کلها، من بر همه کتابهای آسمانی احاطه دارم، اشراف دارم، میدونم. فرمودن من صاحب لوح محفوظ هستم، الهمنی الله علم ما فی، لذا علمشون هم دیگه علم اخباری نیست، علم اونجا علم الهامی است. الهام مختلف درجاتش، به وحی یا نه به روح القدس، یا به مراتب بالا، یا از حقیقت خودشون، اینها مراتب عالیه است که در اینجا باید مورد توجه و گفتگو قرار بگیره. نکته مهمه ای که در اینجا بود، اون یکی حقیقت اول، یعنی مکان و کانون علم اول، باید سرشار باشه و هست برای این بزرگوارها، و این بزرگوارها اون حقیقت رو دارن. دلیل بر این که علم پروردگار عین ذاتشه، علوم اهل بیت از جانب خداست، خیلی زیاده. من عرض میکنم فقط میخوام برای این که بینندگان رجوع کنن به این نکات، اشاره به دو سه فرمایش کوتاه میکنم. امام صادق فرمودن ول علم ذاته ولا معلوم، علم پروردگار عین ذاتشه، هیچ معلومی هم در رب در ارتباط به ذات عزیز اصلا خدا هنون نیافریده میدونه. علت و معلول که شد باید معلول باشه تا خدا بدونه، نه. بعدم فرمود العلم لیس هو المشیه، مشیت خاص پروردگار، فعل خدا غیر علم خداست، خدا داناست، فعلی هم نیست. وقتی شاء خواست اون وقت فعل تحقق پیدا میکنه، ولی خدا داناست. این چنین علمی سبحان من لا یوسف علمه، علم خدا اصلا قابل توصیف نیست، دانای به کل ما خلق، به این، به مثل این، به ضد این، الا ما لا یتناهاست، قبل از این که عالمون از لا معلوم، معلومی هم در سق ذات در خدا نیست. بنابراین با توجه به این بیان ما توانستیم اون علم اول رو به طور خلاصه عرض بکنیم. حالا آیات شریف راجع به این حضرات معصومی نسبت به علوم این بزرگوارا آقا قوقا میکنه. من بعضی از این آیاتش رو بهش اشاره میکنم. یه آیه، این آیه است، قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. جالب توجهه که ذیل این آیه شریفه مفسرین محدثین روایات فراوان نقل کردن که من عنده علم الکتاب، یعنی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، بگو پیغمبر، اونم در مقام این پیامبر خدا، اینجوری نیست کسی مجادله کرده، یه اخبار کلی
قل بگو کفا بالله شهیدن، خدا اگر گواهه یکی دیگه هم گواه اعمال شما. کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، اون کسی که گواهه کیه؟ و من اندهو علم الکتاب. جالب توجه اینه، هم شهود امیر المؤمنین به کل ما خلق تبیین شده و هم با کلمه علم الکتاب خدا یه چیزی اضافه در این آیه برای خودش نگفته، برای آیه پیغمبر و اهل بیت و امیر المؤمنین سلام الله علیه میفرماید، اونم علم الکتابه. علم کدوم کتاب؟ قرآن، لوح محفوظ، ام الکتاب، کتاب مبین، کدوم؟ علم رو بیان فرموده با الکتابی که کتاب نکره است، با الف لام جنس اونو معرفش کرده. علم همه کتابها نزد امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام. بینم دکان از یه جمله ای رو آقا زین العابدین سلام الله علیه یادم افتاد بیان فرموده برای عرض میکنم عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها، جمله خیلی بلنده. انت عالمتون به غیر ما، خیلی عجیبه. الحمدلله، انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه. زین العابدین سلام الله علیه یک چنین علمی رو داره برای یک بانویی که از ائمم نیست، حجت خدا داره بیان میفرما. شما عالمه ای هستی که جایی علم یاد نگرفتی، یعنی علمتون اخباری نیست، علمتون الهامیه، فهمتون غیر مفهمه، جایی یاد نگرفتی شما. وقت چقدر بده ما در مقام فهم و معرفت عوض این که معرفتمون رو بالا بیاریم بگیم حضرت زهرا سلام الله علیها محدثه بود. بله، حضرت زهرا محدثه است، یکی از القاب حضرته، اما اینو بخوایم به عنوان دلیل فخر، این چیزی نیست. جبرئیل خدمتگزار خانه پیغمبر و حضرت زهراست، ملائکه خدمتگزار خانه حضرت زهران، جای حضرت زهرا تسبیح میگن، حافظ و نگهبان خانن با اون قداست و بلندا. اون وقت بله، این که حضرت زهرا محدث است یک منتیست بر جبرئیل که جبرئیل کسب و شرافت کرده آمده خانه حضرت زهرا و همسخن بخواد بشه و بخواهد از اون علوم، از کدوم علوم بگه؟ حسب ظاهر میخواد برای بشریت، برای امت اسلام تا روز قیامت بگه. ببین چه مقامی داره اون خانومی رو که آمدید خانه ای که خدا براش قرآن نازل کرده چنان توهین کردید، این خانم اهل این خونه است، این خونه ایه که جبرئیل رو موظفش کنن بیاد چیزایی رو بگه که توی قرآن نیست. کجاست؟ از کجا گرفته جبرئیل داره میاره اینا رو؟ اون مطالبی که بفرما تو قرآن نباشه، تو امول کتاب نباشه، تو لوح محفوظ نباشه، از علومی که بیان اون علوم آدم بخواد بکنه اون صحیفه خودش مفصلا. این یه آیه بود. آیه به دیگه، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احد الا من ارتضا من رسول. خب اینجا جا داره که بحث این رو بکنیم و از دالی در شبهای گذشتم این سوال رو کردید و ما وعده کردیم که توضیح کوتاهی لااقل در این زمینه داده بشه که انما الغیب لله، نفی علم غیب برای دیگران نمی کنه. خدای عز و جل هر چه داره از ذاتش است، غیب الغیوب است. حتی علم غیبی هم که اینجا میگه نه در مقابل علم حاضر، چون اون غیب مقابل حضور در ذات پروردگار راه نداره، صفت ضد برای پروردگاره. عالم الغیب فلا یظهر، یعنی این عالم الغیبی پروردگار مختص ذات پروردگاره.
و اون بالاستقلال پروردگار عالم عین ذاتشه، اما در مخلوق در وجود نازنین حضرات معصومین که آفریده پروردگار هستن از خدا دارن، دانای به همه غیبن، هیچ مشکلی هم به بدائیات آگاهند که خدا میخواد چی بیافرینه توجه کنن میدانن. تو اون فرمایشی که امیرالمؤمنین حیرت گرفت او رو عقب عقب از خانه آمد بیرون تا خدمت پیغمبر آمد و اون جملاتی که رد و بدل شده بود بین خودش و امیرالمؤمنین، نزد زهرا و امیرالمؤمنین خدمت پیغمبر عرضه داشت، یه جمله رو اونجا پیغمبر فرمود، حضرت زهرا هم سلام الله علیها تأیید فرمودن و تصدید فرمودن و تأکید کردن بر این جمله و اونه انا من ذالک النور اعلم ما کان و ما یکون و ما لم یکون. ما علم بلا معلوم داریم، ما علم به بدائیات داریم، بدا هنوز ظاهر نشده، میخواد ظاهر بشه از اون فعل اول، ما اونم میدونیم. این دلیله و اینه که ما عرض میکنم او فعل اولم میدونن، او اسم اعظم دیگرم میدونن، علم به بدائیت دارن، هنوزم معلومم نیست. خدا بود و هیچی نبود، لا معلوم لا مجهول. اگه ما معلوم شدیم ما هم علم به اونو داریم، او برای ما واقعی معلوم میشه. انا من ذالک النور اعلم ما کان و ما یکون و ما لم یکون، یعنی علومی هم که هنوز در مرتبه تعین و تشخص نیومده ما میدونیم. علم ساعت میدانیم، علم ظهور میدانیم، یعنی به نظر حقیقت برای ما اون معنا آشکاره. اما اگه من باشم و با دیدی که شما به من داری نگاه میکنید به این صورت ظاهر نگاه میکنی، بله من دانای به غیب نیستم، چون تو اینقدر ظرف معرفتت نسبت به شناخت ائمه معصومینه که ائمه مثل خودمونن، با این دید نگاه کنی امام با این دید به شما جواب میده. خب دشمنم امام صادق آمده میپرسه که آقا شما ادعای غیب مثلا فرمون کی گفته؟ من نمیدونم کنیزم تو کدوم حجره است، دنبالش دارم میگردم. یعنی تو با این دید به من داری نگاه میکنی، بله اگه با این دید به من نگاه کنی که منو مثل خودت بدونی، من نمیدونم. این اون بیانیه که آمده خدمت امام باقر ازم، توی حمام بودن، حضرت غسل کرد، وقتی آمد پشت کمر حضرت خشک بود، حضرت میخواد حدود الهی رو بیان کنه، یکی از اینایی که داخل حمام بود گفتش که آقا پشتتون خشکه، شما غسل کردین پشتتون خشکه. حضرت فرمود چرا گفتی؟ ما تکلیف به ظاهر داریم. امام میخواد حدود الهی رو برامون بیان کنه، نه اینکه نمیدونه، نه اینکه واقف به این مطالب. اینا که چیزی نیست، اینا مطالب ساده است، حسب فهم او میخواد بگه ما مکلفه به حکم ظاهر هستیم. از این باب بیانات حضرات معصومین رو با دید مختلف باید بهش نگاه کرد و حلاجی کرد. میان برنامه‌مون آماده است، اجازه بفرمایید بعد از دیدن میان برنامه در خدمتتون باشیم. بینندگان عزیز بعد از مشاهده میان برنامه کوتاه در خدمت استاد خواهیم بود. علی ای که نامت بود بر جبین، به رخ سال من گشت نقش نگی، نظر گر کنی لحظه ای سوی من، طلب کی کنم من بهشت بری، طلب کی کنم من بهشت بری. علی ای که نامت بود بر جبین، به رخ سال من گشت نقش نگی، نظر گر کنی لحظه ای سوی من، طلب کی کنم من بهشت بری، طلب کی کنم من بهشت بری. دو دست من و دامنت یا علی، که تو مقتدایی یا حبل المتین، دو
دست من و دامنت یا علی، که تو مقتدایی یا حبل المتین، که تو مقتدایی یا حبل المتین. علی ای که نامت بود بر جبین، به رخسار من گشت نقش نگین. نظر گر کنی لحظه ای سوی من، طلب کی کنم من بهشت بری، طلب کی کنم من بهشت بری. بینندگان عزیز با سلام مجدد در خدمتتون هستیم در ادامه بحث علم ذاتی پروردگار و علمی که به اصطلاح اعطایی هست به وجود ذوات مقدسه. بفرمایید. صلوات الله علیه و آله. بله، ما در صدد این بودیم تو این چند شب و شب‌های گذشته که بگیم غرض از آفرینش ولایت و اون ولایت رو در جهات مختلف در اون فعل اول پروردگار پیدا کنیم. و امشب هم که تو واژه علم آمدیم، یافتیم بر اینی که اونی که منظور است برای کمال بشر و اون حقیقت علم است، که اون عین کمال است برای کل خلق و میرسانه که انسان به واسطه این نور علم و عقل است که به کمال میرسه. و این کمال چون مراتب داره، بالاترین درجه این کمال رو که انسان محتاج اوست، اون حقیقت فعل اوله که مقصود از آفرینش او همونه. یعنی میشه گفت حقیقت قرآنه، حقیقت قانونه، حقیقت کماله. با اون حقیقت کمال ترسیم شده در وجود کسانی که اونها پاکیزگان عالم آفرینشند. و خدای عزوجل پس از اختبار و امتحان به اونها اون حقیقت فعل و اون علم و اون کمال رو عطا فرموده. و از همین مجرا هم خدای عزوجل به خاتم انبیا در عرض 23 سال او را عطا کرد و اون بزرگوار و عرض میکنم خاندان بزرگوارش واسطه و وسیله و عرض میکنم زبان گویای اون علوم و اون کمالات شدن. جالب توجه اینه که قرآن، حالا باز هم در ارتباط به غیب میفرماد، بعد این پیش کیه؟ خدا توی قرآن فرماد بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. اینایی که ما به شما دادیم اینا آیات بیناته. پیش کیه؟ پیش اونایی که فی صدور، از سینه های اون کسانیه که ما به اونا علم دادیم. خود قرآن حقانیت اهل بیت اینجا روشن میکنه. نیاز نیست این ور اونور بگردیم. اونایی که دنبال میگردن جهان اسلام، اونایی که دنبال میگردید ببینید حقانیت امیر مؤمنان اهل بیت علیهم السلام کجاست، همه به اتفاق میگید که خلیفه دوم شما 70 بار گفت لولا ابوالحسن لهلک عمر. اما قرآن برای کی میگه؟ میگه ما هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. کی میگفت من این علم رو دارم؟ آیا جز امیر مؤمنان بود که بالای منبر و مسلونی قبل ان تفقدونی؟ اشاره به سینه شون میفرمودن، فرمودن در اینجا علمن جماز. آیا غیر اینه که قرآن فرماد کل شیء احسیناه فی امام مبین؟ اون امام مبین کیست جز وجود نازنین امیر المؤمنین سلام الله علیه هست؟ اون آقایی که لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، همه تو سینه اون حضرت هست. اون آقاست که فی صدور الذین اوتوا العلم. خدا در ارتباط به این غیب یا آیه دیگه هم داره، و ما کان لیطلعکم علی الغیب. شماها رو که خدا مطلع به غیب نکرده، پس کی میدونه این غیبو؟ لکن یجتبی من رسولهی من یشا. اون کسی رو که
ما بخواهیم از طریق پیامبرمون به اون کس عطا میکنیم، اون کیه؟ پیغمبر نفرمود از طریق عامه و خاصه انا مدینه العلم و علیون باباها، نفرمود من حکمتم علی در این حکمته. یعنی آشکارا این معنا در قرآن و فرمایشات صریح این چیزیه که ابن ابی الحدید معتزلی هم تو نهج البلاغه به صراحت در این زمینه امیرالمؤمنون ینبوع علم، چشمه علم معرفی میکنه، خورشیدی معرفی میکنه که شعاع علم و کمالش عالم و فرا گرفته، مثل مشک معرفی میکنه که بوش همه جا رو فرا میگیره درش رو باز کنی. امیرالمؤمنین یه چنین حقیقتی است. وقت افمن کان علا بینت من ربه و یتلوه شاهد من، اون کسی که زبان گویای این پیغمبره همون کسی است که قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. حالا این کسی که علم الکتاب رو داره، من عنده علم الکتاب، میگه علمی جزی از این کتاب رو داره، همه کتاب های آسمانی پیش اوست. و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، اون آقایی که یه چنین جایگاهی داره. واقعا ما تعجب میکنیم از کسانی که خدا قلوبشون رو انشالله که نیستن زیقی کرده و اینها در اثر ادبارشون از کمال، اینا در اثر حبشون نسبت به دشمنان امیرالمؤمنین کارشون برسه به یه جایی که این آیات آشکار و روشن قرآن رو نتونن هضمش بکنن. خدا راجع به موسای کلیم فرمود، موسایی که محتاج خضر شد در یه جایی، حالا رفت چی بشنوه؟ رفت موسا دنبال خضر تا از اسرار ولایت امیرالمؤمنین رو براش بگه و از فضل امیرالمؤمنین سلام الله علیه شنید، اما بازم طاقت نیاورد، خطاب شد انک لن تستطیع معی صبرا، دیگه تو توان نداری، جدا شد خضر ازش. خدا تو قرآن برای موسی این چنین فرمود و کتبنا له فی الالواح من کل شیء، منو سر کل شیء آورده، بله همه چیزو مطرح کرد، اما از اون همه چیز یه چیزی به تو داد. موسی ما نوشتیم در الواح برای تو، همه چیزو ننوشتیم، تو قرآن همه چیزو نوشتیم و همه اون چیزا پیش امیرالمؤمنینه، کل شیء نحسین نافی امام مبین. اما برای توی موسی تو الواح اگر نوشتیم تو لوحه ها، من کل شیء نوشتیم، یه چیزی نوشتیم. راجع به عیسی مسیح میفرموید، قرآن میفرموید ولا ابین لکم بعض الذی تختلفون فی، عیسی مسیح آمده تبیین کنه برای شما، بازگو کنه برای شما، روشن کنه برای شما بعض اون چیزایی که شما با هم اختلاف دارید. تمام اونها رو عیسی نداره، عیسی یک کلمه ای از کلمات پروردگاره، به اندازه ظرف وجودیش بهش دادیم، شده روح الله، ذره ای از روح القدس حقیقت فاطمه زهرا سلام الله علیها به او داده شده، شده روح القدس. جبرئیل ذره ای بهره برده اونجا، از اونجا اومده تو آستین مریم بدمه یه روح القدس درست بکنه. ولی ابین لکم بعض الذی تختلفون فی، اما برای امیران، برای وصی سلیمان آصف ابن برخیا وقتی تخت بلقیس آورد، قرآن در وصف او این چنین میفرماید قال الذی عنده علم من الکتاب، نمیگه علم الکتاب، میگه اون کسی که پیشش یه حرف، یه اسم اعظم، علمی از کتاب داشت، یه چیزی، یه جزئی داشت، اون تخت بلقیسی که یک ماه فاصله بود با یک چشم هم زدن حاضر کرد پیش سلیمان پیغمبر، او علم من الکتاب داره. اما اون کسی که علم الکتاب پیش او هست
چی داره 72 تا اسم اعظم؟ اگر ما بخوایم اسباب دانایی و توانایی خاندان عصمت و طهارت محمد و آل محمد علیهم السلام رو بشماریم، ما اول یه جهت نوریش رو اشاره میکنیم، میگیم اینا همون نور عظمت پروردگارن. کسی که از نور عظمت و جلال پروردگار آفریده شده میگه من میدونم، به این نورم میدونم، این نوریست که و نور الذی انزلنا به قلب پیغمبر. تمام شؤونات علمی و معرفتی و کمالی رو همه رو خاتم انبیا یک جا داره. این نیست. چرا جهت جهت نوریست. تنزل کنیم، میگیم اسم اعظم، اسم اعظمی که همه‌شو داره. کسی که همه اسم اعظم رو داره یکیشو داره، اینجوری میکنه. سلیمان اندکی ازش داشت، عیسی دوتا داره و همچنین نوح پیغمبر، حضرت آدم، اینا تعدادی از اینا دارن. چه تغییراتی، چه تحولاتی، چه معجزاتی، چه کارهایی تو عالم کردن، چقدر ازشون علوم ظاهر شده. اون کسانی که همه این اسماء اعظم الهی رو دارن، از اینا گذشته حقیقت روح القدس الهی هن. کسی که دارای روح پاکیزه و مقدس الهی است که در شأن این روح القدس می‌فرماید هیچگاه نسیان، فراموشی، خطا، عرض می‌کنم غفلت نداره. تو یه روایتی روایت سیل روح القدس انقدر زیاده، بینندگان عزیز به نگاه کنید تو اصول کافی، تو کتاب‌های متعدد شیعه و سنی تا و نه قرآن هم می‌فرماید فرمود که و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشا. یه چنین کسی رو که خاتم انبیایی که این چنین ما به او وحی کردیم، روح من امره بهش دادیم. حالا فرق روح من امره روح قدوس که هر دو مقدس مطهرن، با اون روح نوری و مراتب مختلفه روح ارواح اعلی الیینی اون بزرگوارا، چه فروغی در اینجا مترتب هست و چه آثار عظیمه‌ای رو در میان آفرینش گذاشته. کمترینش اینه که تو اون روایات میفهمد شماها مقصرید. ابن رسول الله، ما برای چی مقصریم؟ برای اینکه نشناختید این روح ما رو. شناخت فل جمله خدا تو قرآن راجع به یسالونک عن الروح میپرسه، خب میفرماید قول روح من امر ربی، فقط به همین مقدار اشاره میکنه. حالا مال کجاست، چیه، خصوصیاتش، شؤوناتش چیه، بحث مفصلی است. اما ما میفرماید ما را اگه میخواید بشناسید بدانید خدای عزوجل به ما روح مقدس عطا کرده. فهم عقیر، فرق بین روح من امره و روح القدس ظاهر میشه در اونجایی که بگیم امام ساکت و امام ناطق هر دو در یک زمان باشن. هر دو آیا اطاعتشون واجبه هر دو در یک آن واقع؟ امام مجتبی، امام حسین علیه السلام هر دو بودن، اما واجب الاطاعه امام حسین امام حسنه. امام حسن و امام حسین در زمان امیرالمؤمنین بودن، غیر مرتبه ابوت، غیر مراتب دیگه که اینها برتری های ظاهری است، اطاعت علل اطلاق امیرالمؤمنین بر اونها بود، از باب اینکه امامشون بود، واجب الاطاعتشون بود و سایر معصومین هم که در هم کنار هم بودن همینجور بود. اما چه وجه امتیازی، آیا میشه نشانه ای هم به این داد که فرق بین امام ساکت و امام ناطق رو آشکار کرد؟ آری، روح القدس همون این یکی از شؤونات روح القدس اینه که همون موقعی که امام به دنیا میاد با داشتن غیر روح اعلی الیینی روح القدس داره، با دست میاد زمین، سر به آسمان بلند میکنه، شهادتین میگه، اقرار به ولایت میکنه. او در تمام شؤوناتش فرق میکنه، سایه نداره، نور ازش درخشش میکنه. اونجا با اون حالات قرآن میخواند و ویژگی های خاصی که داره، اونجا روح القدس داره.
همونجا معصومه. ما معتقدیم امام تا میاد به دنیا معصومه، اون روح القدسشه. اما یه روح دیگه ای هستش که اون عامل انتقال امامته. او چیه؟ اون روح من امره. تفاوت کیه؟ رضا خیلی روایات داریم، حتی نسبت به پیغمبر امیرالمومنین داریم، نسبت به امام رضا و امام جواد داریم، نسبت به بعضی از ائمه معصومین داریم که اینها هینه از دنیا رفتنشون، وقتی امام جواد علیه السلام سر پدرشو به دامان گرفت، آقا علی ابن موسی رضا رو حضرت از دهانش یه چیزی مثل عصفور بلعیدن. اون حقیقت چه حقیقتی که ائمه معصومین همه یه چه؟ یعنی روح من امره، که این آیه شریف میفرماد و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. در یه جهاتی روح من امره سبب عرض میکنم انتقال امامت برای حجج الهی شده. حالا اینجا هم که آیات میفرماید قال الذی عنده علم من الکتاب، ذره ای از این علم کتاب رو داره. علوم اینها اصلا قابل مقایسه با علوم انبیا نیست. لذا موسی و خضر وقتی که لب دریا نشسته بودن و داشتن اونجا ماهی میگرفتند و عرض میکنم سباهی دیدن یه پرنده ای از آسمان فرود آمد داخل آب شد، عرض میکنم یه قطره از این آب رو به دهان گرفت رفت بالا، از اون بالا قطره آب دهان رو انداخت زمین، انداخت تو آب تو دریا. خضر به موسی گفت میدونی این پرنده چی میخواد بگه؟ او چی میخواد بگه؟ گفت میخواد بگه علم شما دوتا در برابر علوم وصی خاتم انبیا علی ابن ابی طالب مثل این قطره است در برابر این دریای بیکران. در مقایسه و سنجش انبیا در برابر علوم این بزرگوارا چیزی ندارن. حالا اگر امیرالمومنین آمد ادعایی کرد که لو کش فلق تا مستد تو یقینا، اگر همه پرده ها کنار بره ذره ای به یقین من افزوده نمیشه، جای تعجب نداره که بیاد خدمت امام علیه السلام بگه آقا شما میدونید که اینجا نشستی تو مدینه تو بغداد چی میشه؟ فرمود امامی که تا کنار عرش رو ندونه این امام نیست. امام آگاه و داناست به اسرار آفرینش، حتی خاطرات دل رو میدانه. تو زیارات ائمه نیست در اذن دخول اشاره کردم اشهد انکم تسمعون کلامی تردون سلامی، وقتی ندونه او به حقیقت روح القدس حاضره، او به حقیقت روحی شاهد و گواه همه خلقه، امورات خلق رو میدونه. امامی که حجت بر همه خلق هست چگونه میتواند شاهد و گواه نباشه؟ حجت نخواهد بود. حجتی که نداند حجت نیست. میگفت رفته بود خلیفه دوم سنی ها رفته بود شامات، عبدالله ابن عباس بود یا عباس همراهش بود، همینجوری که گذر میکرد یه خانمی از زنای شامی شروع کرد دشنام دادن، ریختن دوره چرا دشنام میدی؟ گفت چی شده؟ گفتن خلیفه است، خلیفه مسلمان ها. گفت عجب خلیفه ای که از حال من خبردار نیست. گفتن چطور بدونه؟ به اون دومی گفتن، آمد جلو گفت چطور من بدونم؟ گفت خلیفه ای که ندونه این خلیفه نیست، این خلیفه در مقام نادانی به حدی رسیده که حدود اولیه اسلام مثل تیمم و تو اون قصه ای که عرض میکنم با عمار داشت پیچید داخل خاک و اینها، بعد آمد خدمت پیغمبر حدود تیمم و پیغمبر بهش یاد داد میراث جده رو نمیدونست. فاکهتن و عبا رو وقتی ازش پرسیدن نمیدونست فاکهتن و عبا یعنی چی، گفت علیکم به دیوان اشعار خودتون برید و اونجا مراجعه کنید. قرآنی که وفاکتن و عبا متا ان لکم ولی انعامکم به صراحت درش داره. 12 سال نذر کرد که اگه سوره بقره رو تونست بخونه نه حرج از او را یه شطور نه 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 ن
دوازده سال نتونست بخونه. خب اینی که در این جایگاهه، وقتی که داشت بالای منبر گفت اگر بشنوم از این پس کسی مهریه زنشو از 500 دینار مهرستون نمیشتر بکنه، میگیرم میریزم تو بیت المال. یه زنی از پشت پرده فریادش بلند شد، گفتش که بابا خدا میگه بده به اینها ولو قنتارن بده. پشت پرده صداش بلند شد، بالای منبر نشسته بود، گفت همه مردم از من داناترن، حتی رباط الهجال، حتی اون زنای پس پرده. اگه دانا بود که زن حامله‌ای که عمل زشت انجام داده بود نمیفرستاد برای سنگسار کردن. امیر مؤمنان پرسید جلوشو گرفت که کجا میفرستی؟ گفت تو اگر ولایت داشته باشی ولایت به خود این داری، ولایت به حملش که نداری. سب بکن حملشو که گذاشت، اون وقت باید حد جاری بکنی. زن مجنونه این کار خلاف کرده بود، دستور داد ببرین سنگسارش کن. امیر المؤمنین جلوشو گرفت، گفت مگه نمیدونه پیغمبر فرموده اون کسی که عقل نداره حد برش جاری نمیشه؟ این نشان دهنده یکی لحاظا یکی از شرایط مهمه ای که خود عامه هم لحاظ کردن بر این که باید خلیفه مسلمان ها حسب ظاهر، حالا اونا که نشناختن امیر المؤمنین و حسب ظاهر، باید دانا باشه، دانای به حدود قرآن، دانای به حدود شرع و دین باشه. اون کسی که نباشه قابلیت این رو نداره که امام حجت بر مخلوق باشه، امام قرار بگیره. اون کسی میتواند که میفرماید پیغمبر فرمود براش نکت اسمع ما اسمع و ترا ما را، تو اونایی که من شنیدم شنیدی، اونایی که من دیدم تو دیدی. یه روایت خیلی زیباست از ابن عباس نقل شده، عبدالله ابن عباس میگه لولم یوکل علیان علی رأس اسرائیل چند عالم، کجا اگر خدا علی رو بر سر اسرائیل تو عالم ارواح نگذاشته بود که محافظش باشه خطا نکنه، هر آینه اسرائیل در قبض روح 18 هزار عالم به خطا میرفت در قبض روح اونا، با اینکه این همه مرده داره اسرائیل. گویای چیه؟ گویای شاهد و گواه بودنه که انشالله در بحث شهود برسیم بهش اشاره خواهم کرد. شهود امیر مؤمنان تو کل عالم به گونه ایست که کل ما خلق در حیطه علمی و معرفتی و شناخت امیر مؤمنانه. اینم شهود عرض میکنم روح القدسی، شهود به الهام، شهود به قرآن، شهود به ملک، شهود به کتب آسمانی. خب ملائکه خدمتگزار این خاندانن، خانه های اونها مختلف الملائکه است، آمد و شد ملائکه خانه های اونهاست. هر کاری داشته باشن، هر امری نیاز باشه، هر چیزی بخوان براشون مهیاست. اون کسانی که خدای عزوجل چنین توانایی به اونها عطا کرده، خب قطعا به خفایای قلوب ما آگاهند. امام صادق فرمودن انی لاعلمو، بذار به روایات اشاره کنم، من که دو گر رو گر دارم قرآن و حدیث و آیه و روایات میخوانم. بینندگان عزیز، ما دلمون با آیات الهی و فرمایشات حضرات معصومین، نه یکی دوتا، صدها آیه و روایت در این زمینه محکمه. ایمانمون از قرآن گرفتیم، معرفتمون رو نسبت به امیر مؤمنان و اهل بیت عصمت و طهارت از پیغمبر گرفتیم که عامه و خاصه هم بر این الفضل ما شهدت به الاعدا، همه بر این اقرار دارن. اما درجات معرفت مختلفه، بله شاید بعضی از تحمل نکنن، اما این سینه رو باز کنین، شرح صدر بدیم بهش، معرفتمون رو به امام زمانمون بالا بیاریم. اگه فردای امام زمان تشریف آوردن که انشاءالله خدا به حقیقت ابا عبدالله فرجشون رو نزدیک کنه، ما معرفتمون بالا بشه دیگه، لااقل جز سربازای امام زمان علیه السلام قرار بگیریم که امام صادق فرمود اتدری ما عمرو،
عمرو به معرفتنا. میدونید به چی به شما رو هم کردن؟ هم کردن ما رو بشناسید. اگه یه خورده نتونستی اولا تسلیم امر ما باش، بعدم اگه نتونستی یه جا گیر کردی دیدی سخته، امرشو به ما رد کن. و امام باقر فرمودن و ما اسیتم ان تر و فی فضلنا الله الفا غیر معطوفه. خیلی شما بتونید ما رو بشناسید و اندازه سر الف میتونید بشناسید. ازا قولو فی فضل ناماشعتم ولن تبلغو، هر چی میخواد فرمایش معصومینه. فرمودن در شأن ما بگید نمیرسید. نزلونا عن الربوبیه، ما رو خدا نخوانید، علم ذات خدا نخوانید، خدا رو از ما جدا کنید، هر چی میخواد در فضل ما بگید، اشکالی نداره. ما اگر برای پیغمبر و اهل بیت طبق قرآن و سنت محکم که عامه و خاصه نقل کردن چیزی برای امام صادق برای اهل بیت گفتیم، بدانیم تازه چیزی نگفتیم، بدانیم که باز مقصریم، بدانیم باز کوتاه اومدیم، نه اینکه افراطی تا این باشه که اگه گفتی امام در قلب من میدونه چی چیه. آقا امیرالمومنین تو نهج البلاغه که دیشب به روایتش اشاره کردم، فرمود من میدونم مخرج شما، مولج شما، خونت رو میدونم، میدونم تو خونت چی چی ذخیره کردی، من از خاطرات قلب تو و تو آگاه ترم. ان نبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، این اولویت مال اون کسیه که نفس رسوله آگاه به قلب من شما هستن. حضرات معصومین، امام زمان میدانه، پس بیایم در برابر حجت خدا امام زمان سلام الله علیه این حالت رو پیدا کنیم که کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. فرمودن زینت ما باشید، کاری نکنید که ما ناخوشایند ما باشه. اگر بدونم امامم آگاه هست، شاهد هست، گواهه، در و دیوار رو میبوسم، میگم آقا میدونه به عشق امام زمان سلام الله علیه من بلند شم به یک فقیری، به یه بیچاره، به یه گرفتاری زیر بغل یکی، میبینم امامم میدونه، کاری میکنم امامم خوشحال بشه. رضا ائمه معصومین میفرمودند که در مقابل دشمنان ما کاری نکنید اونا ما رو شماتتمون بکنن، کاری کنید که زینت ما اهل بیت باشید. امام صادق فرمودند انی لاعلم ما فی السماوات و ما فی الارض و اعلم ما فی الجنه و اعلم ما فی النار و اعلم ما کان و ما یکون. دیگه مولم یکونشو اینجا عزت نفرموده، اما خیلی زیباست، فرمود من میدانم اون چه تو آسمون ها هست. مگه نمیگیم عظمت مصیبت و کف السماوات علی جمیع اهل السماوات؟ خب مصیبت شما تو آسمون ها بزرگه، اهل آسمون ها مصیبت شما رو بزرگ میشمرن. اگه امام ندونه که اهل آسمون ها کیا بزرگ میشمرن، چه حجت بر اونا هست؟ آقا برهان دو تا چارته عقلی داره، ما با این اعتقاد زنده ایم و با این اعتقاد میمیریم و افتخارم به این میکنیم، بر این میباریم که در خانه این خاندانی که خدا اینا رو به بزرگی یاد کرده، معجزه نشان دادن، این بزرگوارا تمام کمالات پیششونه. من چی بگم با وقتی میثم تمان، رشید هجری، اینا علم بلایا و منایا و این چیزا رو داشته باشن، ائمه معصومین چیزی نیست که ما بخوایم بگیم تیل عرض دارن یا با علوم چنین و چنان آگاهن، میدونن تو بهش چیه تو جهنم چیه. اونقدر هم روایات به این مضامین زیاده که من بخوام عرض بکنم الا ماشاءالله است. اگر فرصت باشه من یکی راجب سلیمان و هدهد عبارت اینجوری، قال مالی، قال یه آیه رو من معنا کنم بعد نی، خیلی زیبا، مالی لا ارل هدهد هم کان من الغائبین، هدهد کجاست؟ اگه ببینمش مجازاتش میکنم. کجا رفتی؟ آفتاب داره به سرم میتابه. بعد از این که اومد بهش گفت کجا بودی؟ هدهد یک پرنده است، هرگاه آب میخواستن تا عمق زمین میدونست کجا آب، نشون میداد میگفت آب اینجا اینجاست. فرمود خدای عز و جل با این که قد اعطا به سلیمان ما لم یعط به هیچکی، خودش گفته بود رب حبلی ملکن لاین بقیل احدن، اما چیزی رو بلد نبود، هدهد بلد بود یادش میداد، یه پرنده. حالا این خیلیه که خدای عز و جل بخواد به ضعیفترین خلق خودش عطا بکنه، هاشا و کلا. خدای عز و جل گلهای آفرینش خودش
بزرگان خلقت رو، امینان و برگزیده های خودش رو با اختبار و امتحان برگزیده، اینها رو محور هستی، معیار هستی، عرض میکنم میزان کمال برای همه خلق. به بیان دیگه غرض اقصای خلق معرفی کرد، آقاییشون و عهد و پیمانش رو از همه خلق گرفت و گفت همه، هر کس در برابر این بزرگوار رو به هر مقدار کوچکی کرد در برابر من عزیز میشه، بزرگ میشه، به کوری چشم وهابیت که اینها رو نمیتوانند هضم کنن به خاطر بغض و کینه ای که در دل دارن. وقتمون تموم شد، ممنونم. بینندگان عزیز، منتظر پیشنهادات و نظرات شما هستیم کماکان. تا برنامه دیگر، همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما. مهر تو ای حسین جان از دل کشد زبونه، مرغ دلم به سویت پر میزنه شبونه، پر میزنه شبونه. مولای من حسین جان، آقای من حسین جان، مولای من